خدمت شما، من شهریار توکلی ام و بعد از چندین مدت حالا تصمیم گرفتم بالاخره بعد از اینکه یه خورده کارم سبک‌تر شد، هر اون چیزی که میخواستم که یک بار برای همیشه اون آموزش CSS HTML که دوست دارم، اونم پروژه محور برای دوستام درست بکنم. خب چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ اول چیزی که نظرم رسید اینه که بالاخره بیخیال این ایدالگرایی ها بشم. چند تا مشکل ما پیش رو خواهیم داشت تو این آموزش که من سعی میکنم در موردش توضیح بدم. اولی مشکلی که من فکر میکنم برای ما پیش میاد اینه که من متاسفانه نمیتونم جایی رو پیدا بکنم که کاملا ددروم باشه و هیچ صدایی داخلش نیاد، و اگر بخوام چنین کاری رو انجام بدم شاید بتونم هفته یا هر دو سه هفته یک دونه ویدیو ذخیره بکنم و این روند ساخت ویدیوها رو برای من عقب میندازه. و مورد بعد اینه که خیلی باید ویدیو پردازش و ادیت و اینا بشن. من فکر میکنم که نیازی نیست، یعنی اگر بخوام این کارم بکنم باید یه دونه تدوین کننده کنار خودم بذارم و یه گروه موسیقی بذارم زیر بک‌گراند ویدیو و اینا زیاد جالب نیست. به نظرم هم زمان رو از دست میدم، همون چیزی که میخوام بگم هم اون رشته اون نخ اون کلامش از بین میره. و این منظور دیگه گفتم که بیام و همه چیز رو بذارم کنار رو استارت این کار رو بالاخره بزنم. از این کلمه بالاخره 20 باری الان تا حالا استفاده کردیم، خب اینا هم باید ویرایش بشه تو ویدیوهای خیلی رسمی. حالا تو این آموزش من هر چیزی که برای خودم تو اون زمانی که میخواستم شروع بکنم و مشکل بود رو میگم. ما به هیچ عنوان داکیومنتی رو باز نمی کنیم از 0 تا 100ش توضیح بدیم، اصلا نیازی نیست. ما در CSS شاید با 12 الی 24 تا دستور کل سایت رو بسازیم، کل سایت داینامیک کنیم، کل سایت رو ریسپانسیو بکنیم، شکلای خوبی بدیم و موارد دیگه ای که حالا توی مثلا نمونه کارهای خودم استفاده میکنم. یا توی HTML قرار نیست که ما خیلی همه دستورات رو قشنگ متوجه بشیم. بخاطر همین خیلی آموزش‌های زیادی رو من دیدم و متوجه شدم که همه اینها یک استراکچر خیلی سنگینی رو دنبال میکنن و نمیدونم آخرش هم خروجی پیدا نمیشه. یعنی چرا خروجی؟ با اینکه آموزش خیلی کیفیت خوبی داره، خیلی چندین پروژه رو میزنه، بخاطر اینکه از همون صفر تا چندین جلسه کاربر میره توی اضافات دیدن نمیدونم دستورات بیخود و گم میشه، یواش یواش سرخورده میشه. اونی که سرخورده میشه توی CSS HTML که ساده ترین، اونم بهش میگن برنامه‌نویسی مکمل، گم بشه یعنی که هیچ وقت دنبال دیگه PHP و غیره و نمیدونم زبونهای مدرن اسکالا و نمیدونم الکسیر و کلاژور دیگه نمیره. پس من به نظرم اینه که اگر من بیام و اونو بداهه بیام برای پروژه‌ای که تو ذهنم هست بیام این ویدیوها رو درست بکنم، مطمئناً خروجی بهتری خواهم داشت. حالا برنامه‌ام چیه؟ برنامه‌ام اینه که اول از همه من میام یه پروژه ساده‌ای رو شروع می‌کنم و چند تا مربع تو صفحه می‌کشم و بعد از اون میخوام که بیام شما رو ببرم به سمت تبدیل یک PSD، یعنی یک فایل با فرمت فتوشاپ یا قطع کردن یک تصویر و تبدیلش به یه سایت، مثلا همین سایتی که الان سایت قدیمی که به زودی عوض میشه، مثل این. بعد از این میخوام که بیام به سمت چی؟ بیام به سمت اینه که این قالب رو دوباره ریسپانسیو بشه بنویسم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی اینو جمعش میکنی این برای موبایل اوکی باشه، یعنی اینطور نباشه که شما وقتی جمع میکنی این پایین اسکرول بخوره. و مرحله بعدیش میخوام بیام و این غالب رو با یکی از فریمورک های مطرح جمله که گنتری هست با اون بزنم و بعد از اون من آموزش HTML و CSS رو با همه کم‌وکاستی هایی که ممکنه داشته باشه میبندم و این پروسه تو ذهنم ایجاد میشه که من خودم اگر هر آموزش بعدی رو شروع بکنم مطمئنن توی کاری که قبلا کردم یک آموزش کامل مثلا CSS HTML وجود داره که اگر تو اون ویدیو به اون برخوردم میتونم کاربران به اونجا لینک بدم. یه سری موارد هست، مثلا مواردی که مربوط به
سئو میشه، ما زیاد تو این آموزش باش برخورد نداریم، ولی اگه چیزی نکته یا ذهنم باشه تو طراحی حتما اینم خدمتتون میگم که چطور ما اونا رو استارت میزنیم. و یه مورد دیگه هم اینه که من تمام این آموزش رو بعد از اینکه سایت جدیدم رو نمایی شد منتشر میکنم، و زمانی که شما دارید این ویدیو رو میبینید شما سایت جدید من رو دارید میبینید. و به علاوه اینکه من داخل چند سایت و انجمن دیگه هم میتونم همگام با شما باشم و اینکه به شما کمک بکنم در صورتی که مشکل دارید، یکی سایت پارسکلیکه و بعدی هم انجمن دیو هیروزه. یعنی شما هر سوالی دارید میتونید تو این انجمن و تو انجمن پارسکلیک بذارید که من در خدمت شما هستم. روند ساخت ویدیو به این صورتی که من ویدیوها رو سعی میکنم کوتاه در نظر بگیرم. اما مثلا الان ویدیو 5 دقیقه شده و من میخوام اینو زیر 10 دقیقه تمام بکنم و هم از نظر حجم براتون دانلودش راحت باشه، همینی که اون آموزش براتون خسته کننده نباشه. بخاطر همین خیلی میام بالا چک میکنم که تایمش چقدر مونده، میذارم که براتون مشکل ایجاد نکنه. بعد فکر میکنم که برای جلسه اول این ویدیو کافی باشه و بریم سمت اینی که اصلا از کجا باید شروع بکنیم و چه ابزارهایی باید داشته باشیم. موفق باشیم.